با سلام و درود به آزادی و انسانیت انسان و با یادآوری به زندانیان سیاسی، حرف و سخن امروزمون با آقای بهبانی شروع میکنم برای میهن‌سوزی. نکته اساسی این هست که در روزنامه ها خواندم که ایران 75 میلیون، معذرت بخوام، 75 تن شلاق از چین وارد ایران میکنه. شما حساب بکنید اگر اینها آمار زندانیان سیاسی رو نمیگن به علت ترسشون از مردم، ببینید 75 تن شلاق برای زندانیان سیاسی. سلام میکنم به یک زندانیان سیاسی و روی زیبای هممیهنان ایرانی خودم رو میبوسم. این زندانیان سیاسی، متفکران ایران، هنرمندان ایران، شاعران ایران و نویسندگان ایران و همه هنرمندانی که فعال هستند و همه هنرمندانی که در زندان هستند، همه هنرمندانی که و متفکرانی که در خانه هاشون زندانی هستند، منزویشون کردن، بیمارشون کردن، به همه اینها درود میفرستم. مردم ایران، به خانه های خانواده زندانیان برید و اونها رو در آغوش بگیرید، به اونها کمک کنید. خواهش میکنم مردم ایران، مردم محبوب من، روز 13 مهر ماه، روز 13 مهر ماه معلمان، اونهایی که استادان ما هستن، کسانی که بچه های ما، جوان های ما رو آموزش میدن، اونها رو به اندیشیدن وادار میخونن، به کتاب خواندن وادار میخونن، اینها 3 برابر پایین تر زیر خط فقر زندگی میخونن. روز 13 همه کارمندان، دانش آموزان، دانشگاهیان، دانشجویان، زنان ایرانی، روز 13 به خارمندان معلم ما به پیوندید که دارن احقاق حق میخونن، دارن از مردم ایران دفاع میخونن. بدید با اونا همراه باز هم میگم جنگ 72 ملت همه را عوض بنه،
چون ندیدن حقیقت همه راه افسانه زدن، یعنی رفتن مردم رو خور زدن، رفتن مردم رو با ادیان با مذهب فریب دادن. اما دانش، خردمندی، آگاهی، دانایی، علم که امروز کشورهای اروپایی، کشور آمریکا ببینید چقدر پیشرفت کردن، چون مذهب و دین در حکومت هاشون دخالت نمی کنه. مردم ایران امروز راجب بودن از بزرگان ایران صادق هدایت صحبت میکنن، اما بحث و فرش های من با آقای صورت فرازمند، من این بحث و فرش به عدت اینکه من آقای فرازمند 3 سال با من مصاحبه میکرد راجب ادبیات معاصر ایران، در نتیجه امروز با صدای استاد صورت فرازمند امروز آشنا میشیم. من در 17 سالگی رفتم به مشهد سخن که آقای خانلوی رو ببینم. آقای فرازمند اونجا بود و داستانم رو دادم به آقای فرازمند که می گفت تا 1 ساعت دیگه آقای خانلوی میاد، استاد خانلوی، و من داستانم رو دادم به آقای فرازمند و در همون سال رفتم به رادیو نمایشنامه نویس و برنامه نویس و این چیزها شدم و در برنامه آقای فرازمند سرانجام داده برنامه شروع کردم. خوشبختانه، این یکی از خوشبختی های من بود، خوشبختانه در امریکا هم که آمدم باز با استاد فرازمند ملاقات کردیم، با هم همدیگر رو دیدیم و بنا شد من راجب ادبیات معاصر ایران صحبت بکنم. اما این مرد بسیار آدم آگاه، دانا، مترجم، مدتها سردبیر روزنامه اطلاعات و بزرگدبیر بود در رادیو و همینطور رادیویی که رادیو دریا رو میشرخون، بعد هم در همون حوروش انقلاب رئیس رادیو تلویزیون، تلویزیون همین ایران شد. ولی متاسفانه آدم های عوام بیسواد، بیسوادترین آدم ها آمدن و در انقلاب قلابی این کار رو ادامه دادن. امروز صدای بسیار زیبا و حقیقت روی فرازمند رو از این صحبت ها خواهی شد. فرازمند مرد بزرگی بود، با کسی هم تعارف نداشت، حرف خودش رو به مدت سالها یادم نیست فقط در رادیو ایران که آقای مروتی و بعد هم پسرش اینو اداره می‌کردن، آقای فرازمند ما این
استاد که در زمینه های مسمدیا، در زمینه های کامنفیشن، کامنفیشن نرفا سلامت بود. امروز ما صدای فرازمند رو میشنمیم که ببینید چقدر انسان آگاهیه که اکاش همه مردم از فرازمند و از صداقت او و آگاهی های او میاموختن. بریم به سراغ آقای فرازمند. اما فرازمند که در باره صادق هدایت هم نظریات خودش رو میده، چون فرازمند مدتها در جوانی به خونه به دنبال صادق هدایت بود که برای من تعریف میشد که یزوز از یا یک از خافه هایی که صادق هدایت رفته بوده، فرازمند بچه 17 ساله جوان 17 ساله دنبال هدایت راه میاد. زمانهایی بوده که شاید خسروی رو در دادخواه این مرد بزرگ، این تاریخ‌شناس، این مرد آگاه رو همین آخوندها خوشتن. در حسنه شاید همون سالها و بیشتر بوده که یک مرتبه هدایت برمیزده بوده برای شی دنبال من میاد. فرازمند جوان 17 ساله بوده، آقای هدایت من دنبال شما آمدم چون ارادت دارم به شما، داستانهای شما رو خوندم، میخواستم با شما حرف بزن. بعد از مرتبه هدایت خیلی نرم میشه، میگه خب زودتر میرفتی با هم راه میرفتن. و در زمانی که هدایت میاد در سال 1330 که در فرانسه خودکشی بخونه، اون سالها آقای فرازمند در پاریس بوده و هدایت رو میبینه. میریم به سراغ دوست هدایت و خود هدایت. هدایت چه فصله؟ امروز هم با آقای بهبانی هستیم، هم با آقای هدایت، هم با آقای فرازمند. زنده باشه اندیشه های هدایت، فرازمند و آقای بهبانی در میهنتون. بریم به سراغ این بزرگا. به خصوص با مذهب بزن. ما در خدمت آقای دکتر مرتضی میرافتابی هستیم که هم نویسنده هستند و هم شاعر، یعنی هم داستان نویسند و هم شاعر و هم ژورنالیست، و در صرفه روزنامه نگاری و ژورنالیست درباره زندگی و آثار هدایت تحقیق کردم. یعنی هم آثار هدایت رو به عنوان یه آدم نویسنده ایرانی خوندن، جامعه ایرانی و انتقاد به عنوان ژورنالیست کردن، همینطور با افرادی مثل شادروان صادق چوبک یا بزرگ علوی، کسانی که با هدایت نزدیک بودن، خودشون نویسنده بودن، هدایت رو بسیار دوست داشتن، با اونها صحبت کردن درباره هدایت، حالا و نظریاتشون در زمینه‌های مختلف راجع به هدایت و کتاب‌ها و نوشته‌هایی که درباره هدایت و زندگی و مرگ
آثارش بوده همه رو خوندن. اینه که ما مختنم چه موردیم با ایشون صحبت کنیم و شنوندگان گرامی هم اگر نظری دارن یا سوالی دارن مطرح کنن. شاید چند برنامه رو وقت کنیم که تا که حوصله ایشون بسته بشه و برنامه چه حوصله بسته بشه و شنوندگان رن که فکر میکنم میشه چند هفته درباره آثار هدایت صحبت کرد و امشب شاید بیشتر راجع به زندگی و مردش و کتاب ها و نظریاتی که درباره هدایت دادن صحبت کنیم. در حال بنده اجازه بدید که سلام بدم. سلام آقای میرافتادی. بنده از سلام میکنم به جنابعالی و به شنوندگان عجمن در این یک ساعت من درباره صادق هدایت آثارش و در کنار شما قرار میگیرم. در واقع باید بگم که آقای فراز من بیشتر من باور کنید باید از شما سوال بکنم درباره هدایت. دستی ما از تکانی بودید در اساس آقای هایی که من دارم بسیار نزدیک بودید. بله. و مخصوصا اون سالهای نزدیک به مرگ او شما او رو دیده بودید و در جوانی او رو دیده بودید و با او هش و نش داشتید. من باور بفرمایید از سوی دیگه هم خوشحال هستم که شما برنامه ای اختصاص میدید به بزرگترین نویسنده این صد سال. من سپاسگزار شما هستم به سهم خودم. خیلی تشکر میکنم. بله منتها من ترجیح میدم که شما با اون دید خاص ژورنالیست به عنوان یک نویسنده و شاعر، یعنی در واقع نویسنده همکار هدایت میشه گفت و بعد ژورنالیست کسی که میتونه انتخاب بکنه و اطلاعات وسیعی که در زمینه ها دارید. من نظراتم رو قبلا هم دادم در همین رادیو هم گفتم و تغییرم کرده. من آنچه که در زمان حیات هدایت فکر میکردم که گفتم یه عشق واقعا آتشی بود. من تنها نبودم، اکثر جوانهایی که با هدایت یا افرادی که با هدایت، من فقط جوانم نه، من خب باید جوان بود تا شور و شوق داشت. به قول سعدی میگه شکوه پیری بگذار و فضل و علم و ادب، کجاست شور جوانی و شوق برنایی؟ باید جوان بود تا آدم بتونه با تمام قرب یکی دوست داشته باشه، عشق بورزه، عاشق باشه. و هدایت از کسانی بود آقای میرافتادی که جذبه عجیبی داشت در جنب جوانها و عشق اونها نسبت به خودش. واقعا آدم احساس میکرد که میتونه برای هدایت فداکاری بکنه، زیرا که این تیمم داشت، یعنی این قابلیت داشت. آدمی بود نهایت شریف، نهایت پاک دامن، نهایت درست، نهایت عادل با انصاف. بودتا اینا رو قاطی میکرد با یه دو ریشخند و نیشخند و تنز تند ولی بی آزاد، تنزی که هر چقدر هم گزنده بود شما را عذیت دل کرد. اینطوری بود تنزش، آدم قبول میکرد هرچی. من شفته نظر شفته جدی خیلی کم شنیدم و نظر شفته جدی به من بزنه. تفاوت سنی ما زیاد بود و سواد داشتن نداشتن. من اصلا واقعا بچه بیستوادی من کلاس 11 اونم اومد. منتها دائم با شوخی و با آدمی هم نبود که بخواد شاگرد و مرید داشته باشه. آقا نیمه من متنفه بود از این کار. این است که واقعا اون موقع اونجور بود. بعد من نظراتم عوض شد. اخیراً در این 7-8 اخیر خیلی ایراد نسبت به شخص خود اون پیدا کردن که آقا به هر حال تو حق بود که یه جور دیگری
یه جور عنوانه نمیگم دنبال مورید و مرادی، یه جور راهنمایی، یک دونه راهنمایی این در زمینه کار ادبی و نوشتن تا اینکه بزرگ ادبی اینجور نبود، صادق چوبک اینجور نبود که من با اینا هم دوست بودم آشنا بودم دیگه تا حدی که میتونه فقط تغییر میکنه آدم. حالا من از شما میخوام که با اون دید روشن تکرین درباره زندگی رو داید، درباره مرگی تا درباره آثار به شروع بفرمی صحبت، یقینا شنونده های ما میان صحبت همان آفا هدایت پر از تضاد بود و این خیلی پیچیده ای هم بود و به خاطر از همه پیچیدگی او یکی که اصلا انسان به طور کلی پیچیده است و امور اجتماعی هم از توی دیگر پیچیده است. حالا و از سوی دیگر نگاه بکنیم خود هنر هم دلیل این که مخصوصا هنری که امروز در بارش صحبت میشه چون به درون انسان میده به درون انسان سفر میکنه بسیار پیچیده. حالا هدایت به دلیل بخشی از داستانهاش که بسیار بسیار درونی انسان نویسنده پیچیده هست و همونطور که شما فرمودید دوستان هدایت بسیار با بزرگواری از او یاد میکنند و او رو مرد عجیب نابغه نویسنده بزرگ و درست هم میگن با توجه به این که به نظر من هم هدایت یک انسان به معنی واقعی یک انسان بود با صداقت بود، همون صفاتی که شما فرمودید هدایتی که در جوان اصلا این خیلی برای من شگفت آوری که هدایت در سنین بسیار بسیار جوانی چیزی که امروز برای ایرانی ها باب شده و به دنبالش میرن با اون زرتشت بزرگ ما چگونه این دارد اینقدر آگاهی به زرتشت داشته و یا به دودا به خیام کافکا چه خوب به این کسان که حافظ ارادت داشته و اینها برای من خیلی مهمه. وقتی که کسی به زرتشت اینقدر آگاهی داشته باشه که از این دختر ساتان رو وقتی که میمیسته این نمایشنامه رو وقتی آدم میخونه میگه که چقدر آگاهی داره به شخصیت زرتشت این شاعر بزرگ ما، این یک به نظر من این پیامبر شگفت‌آور این جهان بسیار شگفت‌آور انسانی که در آغاز از هم در همون گازها شروع میکنه صحبت میکنه از خرد و دانش و از اقتدار و اون مثلث شگفت‌آور گفتار میتزار میتندار نیست که اصلا چقدر محکمه که برای همیشه میتونه کارساز باشه انسانساز باشه. در هر صورت از هدایت صحبت میکنیم که اما چیزی که برای من بسیار اهمیت داره مبارزه به هدایت با کهنگیه و این که هدایت به نظر من بود از اینکه این هنرها رو داره غیر از اینکه مترجم و پژوهشگره، غیر از اینکه این فرهنگ ایران یا اون ادبیات کوچه رو جستجو میکنه و بعد ایران رو میخواد از معلومه که میخواد از این امثال و حکم ایرانی ها پی ببره که این فرهنگ چگونه هستش، مذهب و دینشون، یعنی مذهب و دین که یک عامل اصلی رو تعیین کننده که در فرهنگ این چی میگه و به همین علت هم هست که در بسیاری از داستان ها در بسیاری از نوشته ها نامه ها هر جا ما میبینیم که به این کهنگی اشاره میکنه، به این واپسماندگی اشاره میکنه و قابل توجه اگر نویسنده به وضعیت رو به موقعیت برسه که
بتونه تفکرش رو در داستانهاش مطرح بکنه و داستانهاش به لطفه نخوره، این نویسنده بسیار چیره در فضلیه. هدایت یکی از مسائل مهم دیگری که هدایت بسیار نوآوری، یعنی در واقع ادبیات نوین با نام هدایت مطرح میشه. درسته که ما فارسی شکرست یا اون یکی بودی که نبود رو ما میبینیم که جمالزاده در اون مجله کاوه با دوستانی در تصور میکنم 88 سال پیش مطرح میکنه و اولین بار در همون محفل خودشون در برلین اون داستان رو میخونه در کنار پریزاده و در کنار علامه قدیمی که علامه قدیمی بلند شروع میپوسته. اما نوع برداشتای جمالزاده، حتی اسامی که انتخاب میکنه، نوع برداشتش، ذهنیتش برمیگرده به گفتگویی قبل از خودش که با کسانی مثل میرزا فضلی آخوندزاده، طالب به تبریزی، جنرال‌الدین مراغه‌ای با اونها شروع شده، حتی یه مقداری مثلا با خدا، حالا اون داستان نویسنده بوده ولی تو همون چرخ‌پرند میبینیم که مسائلی که مطرح میکنه. به بیشتر جمالزاده اون فضای داستانهاش به اونها برمیگرده، اما هدایت معلومه که داستان نویسی جهان رو میشناسه، داستان نویسی اروپا رو آگاهی کامل داره و کتاب هایی هم که انتخاب میکنه برای خوندن، کتاب هایی که از زبان اصلی شروع میکنه به خوندن، چقدر به اون کمک میکنه. هدایت در بیشتر داستان ها، 95% از داستان ها ما میبینیم که داستان ها هدایت با یک نوع نرسیدن با مرگ پایان پیدا میکنه، یعنی شخصیت های داستان به هم نمیرسن، با ناکامی شروع میشه، به ناکامی ختم میشه. پایامندی داستان های هدایت معمولا اینطوریه که به مرگ ختم میشه. من چند داستان هم داره که به مرگ ختم میشه اما باز هم به نرسیدن و به شکل دیگری نزدیک به مرگ ختم میشه. یا او اعتقاد داره که در واقع مرگ حرف آخر رو میزنه. ما میبینیم توی اون داستانهاش، مثلا فرض کنید در داستان تمام عاشقها، در داستانها تمام اون کسانی که یه ارتباطی برقرار میکنه داستان یا داستان نویس، میبینیم که بالاخره در پایان داستان اون ناکامی مطلق مطرمان شد. مثلا در داستان گجسته دش که هشتون، که در این داستان هدایت به نوعی میپردازه به اون مردمان پول جمع کن و بلاپرست و پول پرست، یعنی به نوعی داره به سرمایه‌داری هم فکر میکنه. هشتون در اون داستان، در همون داستان گذشته بشه، از داستان های خوی هدایت هم هست، روشنک رو خفه میکنه. در حالی که این هشتون در آغاز داستان عاشق خورشید هست و این دخترش در واقع دخترش رو به خاطر پول خفه میکنه. در داستان آینه شکسته میبینیم که جمشید و اودلاسور، این دو در برابر این دو شخصیت در برابر هم قرار میگیرن، ولی در پایان داستان باز میبینیم که این اودت که خودش رو به دریا در دریا غرق میکنه. در داشاکوت میبینیم که هدایت به نظر من یکی از شاهکارهای هدایته، همین داشاکوت، به مرجان نمیرسه، در حالی که چه سخت کوشی هایی برای خانواده مرجان میکنه. آقای یعنی جابلوان پرویز قاندری با راجب حجم هم صحبت دیگه مثل این جابلوان، شما مثل من گفت که در
همون اوائل که ولایت داستان هستانم همین داشاکر رو تو مجموعی سایه روشن یا سفت خون پیش از این بودان نوشته بود خانم پاکروان، خانم پاکروان یا مادام پاکروان یه خانم فرانسوی بود که پاکروان خوب میدونه عزیز بود و استاد دانشگاه بود، استاد دانشگاه ادبیات بود و مادر تیمسار حسن پاکروان بود که در واقع به ادبیات ایران آشناست و من دو تا رمان درباره حوادث گذشته ایران از ایشون خوندم از خانم پاکروان ولی خودشون میخواست نگیرم و میگفت خانم پاکروان این داستان رو خونده بود میخواست هدایت رو ببینه یا من این داستان رو بردم دادم پاکروان خالدری بود دارم ایشون خون و هدایت رو میخواست ببینه با هدایت رفتیم پیشه به هدایت گفتش که من به هدایت به نظرتون چیه را جبه داشاکر گفت خیلی خوبه واقعا از این بهتر و جامعه تر و شیرین تر نمیشه من دو تا ایراد دارم بهش فقط هدایت گفت چیه؟ گفت یکی این که توتی همه حرف نزنه مرجان مرجان تو مرا کشتی عشق تو مرا کشتی میشه هست کلمه توتی همیشه دو کلمه بیا برو بابا همچیزه میگه حد اکثرش دو یا سه کلمه یا تقلید خندیدن یا صدای دنگه اینجور جمله پردازی نمی کن اینا دیگه که دارم بهت این داشاکل چه این دختر حاجی رو خودش نگیره داشاکل که مرد جوانی بود بالاخره ثروتی داشت همه چیز وقتی خواستگاری که به اون فضاحت هم بود که هدایت شهر میده که اصلا مهمل بود پیر بود بدگش بود بیریخ بود کلام بود کلام بود و به چه در این داد بود بعد خانلی میگفتش که هدایت هیچی نبود وقتی رفتیم بیرون گفت من که به من گفت یعنی به خانلری من که اولا راجب توتی من که نخواستم راجب حیوانات تحقیق حیوان شناسی بکنم این یه چیزی به خیالی تصوری از همچی توتی نبوده که یه کلام بگه یه کلام بگه یه هشت کلمه برای یه نکته ای هست که من بهش اشاره میکنم من این نوشته رو خوندم این صحبت رو که خانم پاکروان با آقای هدایت و دکتر خانلری ملاقات میکنن از این حرف ضمن اینکه میگه که شاهکاریه اما به نظر من توتی نیستم من نوشته بودم نقطه اساسی در داستان نویسی یک قرارداده که نویسنده توتی که هیچی شما امروز میگیرید در تمام این داستان هایی که از اصلا تلویزیون یعنی فیلم هایی که داستان هایی که فیلم شده میبینید که نویسنده جهان رو دنیا رو آسمان و زمین رو هر چیز کائنات رو خدا رو هم بنده رو میاره باید خدا شروع میکنه صحبت کردن در همین زندگی زیباست اصلا هیچ کس نمیتونه باور بکنه که یه آدمی ایتالیایی با بچهش بره توی مثلا اون زندان ها رو دوگاه منشتاکو یا قرار داده باید ببینید که نظر نویسنده برای بازگویی یک واقعیت که اتفاقا حالا راجع به واقعیت صحبت خواهم کرد باید ببینید نظرش چی اگر یک مسئله بسیار شگفت رو مطرح کرد اگر یک مسئله بسیار انسانی رو مطرح کرد ما قرارداد نویسنده رو قبول میکنیم و نکته دیگر این که یک نویسنده در جهان واقعیت ها رو نمی‌نویسه بلکه از واقعیت شروع میکنه به فراواقعیت ها میرسه نویسندگان همیشه جهان آرمانی خودشون رو می‌نویسن در نتیجه وقتی که نویسنده دلش بخواد توتی حرف بزنه توتی حرف می‌زنه خانم پاکروان به دلیل اینکه از نظر داستان نویسی ذهن قدیمی داشته من تصور میکنم که اشتباه میکرده من یه نکته دیگه هم هست که خانم پاکروان در اون اساس به نظر من این ایراد رو می‌زنه بله اون میگه یا شما
میایید مثل که دیده و دهله یا حکایات نفرده تمام حیوانات هم بیارید شروع کنم صحبت کردن هیچ کم حرفی نه. اگر ما دفتا مصنبی میخونیم شیر و ارسانم خرگوش با هم دیگه شروع کنم در جمعه جب و اختیار صحبت کردن تجربه نمی کنید. در واقع میگیم یک قرارداد با خود شما از طرف نویسنده با خودش و با ما که من حیوانات رو به حرف با میدارم خودی که خودم میخوام بگم از زبون اونا این کارو گریده کردن آقای به چهارصد تا برزون پونصد تا برزون لافونتین کرده حالا هشت شیشصد تا قبل از اونم آقای مولوی کرده ولی خانم پاکروان میگفت اگر ما داریم رئالیسم و واقع گرایی مطلق در یک داستان به کار میبریم حق ندارید از واقعیت جدا بشید این نظر اون بود و در ادب فرانسه وقتی درس میدن توی کلاس نمیدونم تو کلاس ادبیات انواع ادب رو میگن میگن اگر شما دارید در یک مسئله کاملا تخیلی صحبت میکنید دیگه اونجا نباید حتما بیاید بگید که اکسیژن و ایدروژن در فلان درجه با فلان از فشار اتمسفری تبدیل به یه چیز دیگری میشه گاز بشه یا که مثلا امروز داستان نویسی جهان میگه که شما حقیقتی رو که بیان میکنید این حقیقت صناعت داستان نویسی سبت ها در خدمت حقیقت درست داخل بیشتر میگم من بیشتر میگم آقای دکتر در خدمت زیباییه اگر اون چی که هنرمند خرق میکنه زیبا و حد علا باشه همه چی درش بازی مفرید کاملا درسته یعنی از نظر اگر از نظر استتیک و زیبا شناختی این مبحث درست بود و از نظر حقیقت آن چیزی که نویسنده میخواد ثابت بکنه درست بود ما نمیتونیم بیان بگیم که این سبک این میگه حتی اگر که مزدون رو بگیم بله و اگر این بود دیگه آقای استراوینسکی از یه پیدا نمیشد آخر اینکه میاد یه دیسونانس یه عدم هماهنگی در موزیک میذاره که تا قبل از اون اصلا حرام بود یا شعر نو از یه پیدا نمیشد امثال اینو با دستگاه دشمن بود با دولت ها بد بود و به خصوص با مذهب و اسلام هم بد بود اینجا این جایش خورده شده این حرفایی که آقای چوبک زده که من میرم به سوی حرفای پس دیگری از دوستانم فریدون اوویدا بازی کرد کسانی بود که نه نزدیک بود آشنا بود اون میگه که زندگی هدایت هم حالت عجیبی داشت بسیار کتاب میخواست تصندوق به ایران قدیم اسلام ادبیات فرنگ به خصوص ادبیات جدید داشت در محضرش واقعا آدم چیز یاد میگرفت اینو فریدون اوویدا هدایت هم با فریدون اوویدا همونطور که شما خوب آگاه هستید هم با فریدون و هم با امیر عباس اوویدا دوستی داشت و اون سالهای آخر اونها رو خیلی میدید زندگی او ادامه میده روشنفکران همه قبولش داشتن و هر کس که چیزی مینوشت اول به هدایت میداد که بخواند و نظر بدهد حتی چوبت یا خواندنی این کار را میکردن و نوشته ها و مقالاتشان را غالبا با هدایت مطرح میکردن من آنجا بودم که همین کتاب خاموشی دریا را شهید نورایی ترجمه میکرد و میدیدم که ترجمه هایش را تکه تکه به هدایت میداد که نظر بدن هدایت یک نوع مقام استادی برایشان داشت خب اینها خیلی زیباست یا در مجلده دفتر خانه است که آقای بیژن اسدی پور ویژه‌نامه صادق هدایت در آورده و تازگی هم ویژه‌نامه نیما یوشیش رو در آورده در رابطه به پرباری مال هدایت نیست می نویسد که آقای تورت فرازمند آقای
کیخسرو بهروزی با آقای فرازمند مصاحبه میکنه و این مصاحبه این گفتو او در شماره ششم ویژه هدایت به سردبیر ویژن اسدی‌پور انجام ده. فرازمند میگه که بله او خصوصیت او خصومت شدیدی نسبت به پهلوی ها پدر و پسر داشت، با اینکه امکان رفت آمد با اعیان و اشراف را داشت هیچ وقت با این طبقه معاشرت نکرد، از سوی توده مردم را هم رجاله و اراذل خطاب میکرد و از طرفی از آنها حمایت میکرد. به یاد دارم در زمان دولت قوام السلطنه که نمایندگان حزب توده هم در آن شرکت داشتند رژیم باشکوهی به مناسبت روز اول ماه می در تهران برگزار شد و نمایندگان طبقات مختلف رژیم یافتند. هدایت می توانست جزء دانشگاهیان یا کارمندان دولت رژیم برود و یا اصلا شرکت نکند. همه زعمای قوم و کابینه دولت در بالکن شهرداری مراسم را تماشا می کردند. وقتی نوبت به رژیم روحتگران و سپورها رسید دیدن هدایت در سب آنها دارد رژیم یافت. سران قوم و تودهی های توی بارکون برای شورا می کشند و دست تکان می دهند و به دنبال آنها مردم هم هورا کشیدند. خب این مقداری عداد و مقداری نشانگر روحی هدایت که می گوید حاضر نیستم با طبقه اعیان و اشراف هم صدایی داشته باشم. این در واقع هدایت از اشراف و ثروتمندان، یعنی از به نوعی از کسانی که از همون خانواده آمده بود دوری میکنه، میخواد مدافع مردم چپاول شده، مردم محروم له شده در مونده باشه. آفرین، در تمامی آثارش دیدید واقعا عجیبه که هدایت با آفرینش شخصیت های بسیار چگونه شما خوب ببینید که یک نویسنده با توجه به اینکه نویسندگان دیگر هم توصیه میکنن که برو به سوی آن چیزی که خیلی میدانی، برو آنطور که زندگی کردی بنویس و با آن کسانی که زندگی کردی از اونها بنویس. من بار اولی که به هازین رو دیدم جوونی بودم، جوون مدرسه میرفتم، داستانی به اون دادم که از اون بردم که خب من چگونه بنویسم. بعد وقتی که یک داستانی بود به نام سگ پشمالو که اینو شهرداری لحظ داده بود، حالا یه ایدون دورش باستادن و دارن حرف میزنن و به حاضرین به من گفت همینطوری به این چیزی نوشتی، از خانواده خودت نوشتی، از اون مسائلی که در خانواده و فامیل و محله خودتون گذشته نوشتی، همینطور بنویس. بس درسته و هدایت درست به جای این که بیاد از اشراف و اونهایی که باشون در کودکی خیلی از اونها آگاهی داره بنویسه، میره به سوی محرومان جامعه و ما میبینیم که تقریبا میتونم بگم 80-85% از آثار هدایت درباره محرومان و چپاول شده های جامعه هست. درسته. وقت های در مورد اون نکته‌ای که پیدا کردم، اون نکته‌ای که چوبک راجع به هدایت صحبت میکرد، او میگوید که هدایت فرانسه را خوب میدانست و در کار زبان پهلوی کوشش ها کرده بود، داستانترهای خوبی بود و از همه گذشته آدم خوبی بود، به تمام معنا شریف بود. دستگاه روز به روز مرتبه اشخاص غیر صالح را بالا می برد و تو سر اشخاصی چون هدایت می کوبید. و البته این نظر هدایت چوبک هستش. در اگر که این بخواییم که باز افکار هدایت رو ببینیم، در ببینیم که چیست و طلب آموزش، یه ادهی دارم میرم به کربلا. بعد میرن کربلا. ایده آدم هایی که توی پالکی و توی کجاب ها اینا نشستن، اینها همه مذهبی هستن و هدایت همانطور که با اعیان و اشراف در میفته با تمامی آدم هایی که به دوبار این مسائل هم هستن در میفته. خدا یه نشته است
آقای دکتر با این جور آدم ها میبینیم هدایت یک نوع ترحم انسانی پولیس نشون بوده. در همین طلب آموزش درسته که با چند قاتل ما رو رو میشیم، اتفاقا با اتکار بعضی حالات یا واقعیات یا تصورات یا تخیلات یا خرافات هرچی میخواید بسیش رو دید مذهبی خودتون رو میخواهم توجیه کنن و قتل خود قتل نفس رو که مرتکب شده اند بپوشونن یا موجه جلوه بدن یا دیگه گناه تلقی نکنن. اما هدایت ما رو وادار میکنه که دلمون به اینا بسوزه، همونطور که در طول رمان علوی خانم برای تمام این محروم ها، بدبخت ها، خرافی ها، پرده دار ها، برای همه اون دل ما میسوزه. آفرین، کاملا درسته این نظر. اونجا حتی علویه که میگه که این تا 12 سالگی سه بار متعلقه شده. بله. یعنی تا دلید شما تصور کنید که دختری که همکنون شمایل گردونه و هزار بختان هم بهش میزنن، حالا یا درست میگم عملاً روسیه بیشاره، عملاً به خاطر بزرگ کردن داده بچه. آفرین. و نکته اساسی این که هدایت شغل شمایل گردونه میزنی گردن این ها و خیلی بزرگوارانه و انسانی به معنی واقعی کلمه انسانی به این شخصیتاش نگاه میکنه، برای اینکه خودش همین انسان بود. آخر این همون که بزرگ علوی گفته ازش تلق میزن این نور، هدایت یکی از نادر کسانی بود که قدرت پاکدامنی و تقوا و فضیلتش با اینکه خودش اصلا خیلی باریک، خیلی لاغر، خیلی ضعیف به نظر میرسید، بسیار مثل آدم شکننده و ضعیفی بود، مثل آدم پهلوان یا حرافی که صداشو بلند کنه و اینه، نه خیلی به خجالتی به تا حدی هم ترسو. حالا بعد یه روزی میگم این ترسویشی که خود من گرفتار شدم عجیب بگذاریم. اما چنان همه از او، از استاد دانشگاه، دوستی که افسر بود، دوستی که مدیر کل بود، دوستی که وزیر بود، اون چنان از این میترسیدن که سعی میکردن دست از با خطا نکنن در زمینه امور مربوط به انسانیت و شرافت و درستی و پاکدامنی. شخصیتی در این داستان که من فقط یک صفحه رو میخونم، برای ما چهار میده وقته. در این داستان یک زنی هست به نام عزیزه ها که سه تا بچه حبوش رو رفته با سنجا زده تو ملاد اینا و اینا رو کشته به دلیل حقارت هاش و حسادت هایی که قاتل اصلی در داستان همین خود ایشون عزیز آقا. بله. آخرش وقتی که داستانشو برای دیگران تعریف میکنه، یک مشتی رمضان علی بهش میگه خدا پدر از رو بیامرزه، پس ما برای چه اینجا آمدیم؟ یعنی برای به کربلا. 3 سال پیش من در راه خراسان سورچی بودم، 2 نفر مسافر پولدار داشتم، میان را کارسکی چاپاری شکست، یکی از آنها مرد، آن یکی دیگر را خودم خفه کردم و 1500 تومان از جیبش درآوردم، چون آب سن گذاشتم انسان بسیار افتادم که آن پول حرام بوده، آمدم به کربلا را تعطیل بکنم، همین این بود آن را بخشیدم به یکی از علما، 1000 تومانش را به من حلال کرد. 2 ساعت بیشتر طول نکشید، حالا این پول از شیر مادر به من حلال شده. خانم گریم فرجان را از دست عزیزه ها گرفت و گفت همیشه آباجی خانم که همراه ما بود من میدانستم که تکان راه برایش بد است، استخاره هم کرده بود، بد آمده بود، اما با وجود این آوردمش. میدانید این خواهری من بود، شوهرش عاشق من شد، مرا حبو بود سر شاهباجی، من از بس که توی خانه به او حول تکان دادم رسید شد، بعدم در راه او را کشتم تا ارث پدرم به او نرسد. عزیز آقا از شادی عشق میریخ و میخندید، بعد گفت پس از شما هم خانوم گرین همانطور که پت به فرجام میزد گفت مگر پای منبر نشنیدی؟ زبار همان وقت که نیت میکند و راه میفتد، اگر گناهش به اندازه برگ درخت هم باشد، طیب و صاحب میشود. و این اوج داستانی که داره هست یا بفادم آقای دوشد یک دنیا سپاس گذارم، ما وقتمون تموم شد و امیدوارم که بعد از هفته رادیو
در هفته رادیو هم حتما خدمتتون تلفن خواهم زد که چند کلمه ای با شنوندگان ما و خوانندگان مجله بسیار بسیار خوب سیمرغ از اینجا صحبت کنید و پشتیبانی اونا رو از رادیو صدای ایران حتما من در خدمتتون هستم و هم امشب پشتیبانی میکنم و هم آن روزی که آن شبی که با شما صحبت کنم ما هم باید رادیو ما تمامی کوشش هامون رو برای رادیو بکنیم. خیلی ممنون. من اگر موافق باشید بعد از هفته رادیو در خدمتتون هر شنبه باشیم و این مسئله ادامه بدیم. بسیار ممنون. شما زیاد شدید. درباره صادق هدایت بزرگترین نویسنده این 150 سال اخیر صحبت میکنیم. به راستی صادق هدایت چه بود و چه کرد؟ هدایت که عاشق ایران بود و عاشق سرفرازی ایران، هدایتی که در حدود این 70 سال میش از هر نویسندهی درباره او نوشته شده. هدایت چرا خودکشی کرد؟ هدایت که او رو بزرگترین نویسنده ایرانی میشناسند. هدایت که بود؟ این نویسندهی که داستان نویسی نوین رو پی ریخت، نویسندهی که دانش وسیع داشت و میشه گفت که مشهورترین نویسنده این 150 سال داستان نویسی ایرانه، نویسندهی که بیش از هر کس روی نویسندگان بعد از خودش تأثیر داشت، نویسندهی بسیار پرکار و پویا، پژوهشگری دقیق، طنز نویسی درجه یک بود، مترجمی آگاه بود. ضمناً همه میدانند که جمع آوری کننده فرهنگ توده، فرهنگ مردم، همون فولکلور بود و ضمناً جامعه شناس بود. هدایت دانشمندی که امروز ما رو پیش بینی کرده بود و مخالفتش با دین اسلام و مذهب شیعه شاهکار او بود و شاهکار، البته شاهکار دیگرش همون رمان بوفکور که چقدر درباره او نقد و مقاله نوشته شده. صادق هدایت یک رند آزاده بود که با مصلحت بینی های حقیر میانه ای نداشت. رند و آواری، پویای آینده بینی که به مسجد و مذهب و دین پشت کرده بود و بدبختی مردم رو از سوی مذهب و دین میدونست. و ضمناً یکی از مسائلی که خیلی در آثار او با اهمیته اینه که هدایت سخت در مقابل اعراب میستاد و از اونها متنفر بود و این رو در آثارش که یک به یک درباره اونها صحبت خواهیم کرد میشه دید و مشخص کرد. او یعنی هدایت باورها و احکام مذهبی رو دست و پاگیر و مانده و بیکاره میدونست. رندی آواره بود که صلاح و تقوا و توبه رو به کناری نهاده بود و خود زلال و راستین و پاکندیش جارویی بر دستهای زیباش گرفته بود و میخانه رو که همون میهنش باشه میرفت و گردگیری میکرد تا جایی شاید آرام بگیره. وطن پرستی که در جان از ناهوشیاری و خواب آلودگی و ناهمواری دیگران میسوخت، به دنیا و آخرت بی‌اعتنا مونده بود و پوش کرده بود. همه میدونند که جز زندگی مختصری هیچ غم بیش و کم نداشت. نه معاشر فامیل بزرگ هدایت ها شد، نه به مخبر و سلطنه ها اعتنایی کرد، نه از سنی و دوله ها خیشان نزدیکش حرفی زد و نه حتی به سوی شوهر خواهرش یعنی نزدیکترین، شاید یکی از نزدیکترین کسان خیش و قومش یعنی رزمارانی نگاهی کرد.
اجداد و عشیره و قوم رو گذاشت تا در خود بمونند و در جا بزنند و بپوسند و او زندگی معمولی و عادی مردم رو دنبال کنه. صادق هدایت اعتنایی اونها نمی کرد و اونها رو به چیزی نمی گرفت. او در داستان تاریک خانه به اجداد و عشیره خود اشاره می کنه و اصل و نسب ها رو اینطور زیر سوال می بره. دقت کنین، من افتخاری به اجدادم نمی کنم، علاوه بر این که توی این مملکت طبقات مثل جاهای دیگه وجود نداره و هر کدوم از دوله ها و سلطنه ها همین سلطنه های ما، درست اگه اونها رو بشکافید دو سه پشت پیش اونها دزد، جردنگیر یا دلقک درباری و یا صراف بوده، وانگهی اگه زیادی پاپه اجدادم بشم بالاخره جد در کسی به گوریل و شمپازه میرسه. شاید اشاره نکردم که بله، درباره اینکه هدایت در چه سالی متولد شد. هدایت در سال 1281 به دنیا آمد، یعنی در بهمن ماه 1281 و یعنی 17 فوریه 1903 که همه چون یعنی در دیگه حدود آخر این قرن هستیم. هدایت در جایی چشم به جهان گشود که به قول خودش رجاله ها و لکاته ها، آدم های حریص و گدامنش و خقیر و خائن بر گرده مردم سوار بودند و مردمان زحمتکش و خردمند و میهندوست در قعر و اعماق اجتماع جای داشتند. هدایت از نوادگان رضا قلی خان هدایت بود، خانواده بسیار سرشناس و با نفوذ، اما هدایت راه خویشاوندانش رو نرفت. صادق هدایت از همان آغاز جوانی از زخمها و دردهایی که روح جامعه رو خورده بود و جامعه رو بیبر و بار کرده بود حرف میزد. از جامعه مقلد رنج میبرد و نمیخواست در چارچوبهای قراردادی حکومت و مذهب شیعه قرار بگیره. او انسانی طغیان کرده بود که در آن گردباد مهیب، در آن گردباد مهیب جهل و لنگاری خود و نیرنج که آدمهای پای تا سرشکم در آن زندگی می کردند، به دست خود جان پاک آگاهش به باد رفت. هدایت همیشه غم ایران رو می خورد و در جای جای داستانها و رمانهاش و نوشتهاش جان شیفته او رو می بینیم که داره آب می شو از دست میره. در قلب زیبای هدایت تصویر زیبای ایران سربلند و بهشت آسا نقش بسته بود. هدایت به اروپا میره که در آغاز زندگیش که تحصیل بکنه. هدایت کوشید برخلاف روح حساسش خود رو به تحصیل رشته های مختلف راضی کنه. مدتی دندان پزشکی کرد، بعد معماری خوند و زمانی رو به آموزش تاریخ هنر و نقاشی گذراند. اما چنان که گفتم ذوق پویا و طبع حساس هدایت همواره به دنبال راهی بود که توسط اون اندیشه های هنرمندانه خودش رو تجسم ببخشه و چنین بود که او اقامت 4 ساله خود در اروپا رو که از سال 1305 تا 1309 اتفاق افتاده بود، 1305 خورشیدی تا 1309 خورشیدی، یعنی 1926 میلادی، این مدت رو صرف آشنایی بیشتر با آثار نویسندگان اروپا و جهان کرد. برای نخستین بار در آفرینش چند داستان کوتاه تب آزمایی کرد.
علاوه بر داستان نویسی، هدایت در اون اسناد طرح‌هایی هم می‌کشید که در یکی از اونها سوسماری رو پایین چادرنشین می‌بینیم که در دست خود کتابی گرفته و نقاش یا هدایت اون رو سمبل اسلام می‌دونست. جالب اونجاست که در یکی از سفرهای من به یکی از ایالات متحده آمریکا، من با خواهر مسعود فرزاد مواجه شدم که عکسی که تا امروز جایی چاپ نشده بود به من نشون داد که هدایت محمد رو کشیده بود با شمشیری برهنه بر دست و در دست دیگرش کتاب قرآن. و این عکس خیلی هدایت این عکس رو که بعدها من در مجله سیمور این عکس رو چاپ کردم، عکس خیلی محمد در این عکسی که هدایت کشیده خیلی آدم دژم و پرخاش کن و خیلی در حال غضب هستش. هدایت در همان روزها که در خارج بود از آینده تلخ خود خبر داد و دو بار به وسیله خوردن تریاج و پرتاب خود در رود سن دست به خودکشی زد. این عین جمله ای است که بزرگ علوی در تاریخ ادبیات خودش آورده که به زبان آلمانی و در دسترس من هستش این کتاب. اما خوشبختانه هدایت نجات پیدا میکنه و در سال 1309 خورشیدی، یعنی همون 1930 میلادی، به تهران باز میگرده. به محض اینکه هدایت به ایران آمد در سال 1909 یک مجموعه داستان به نام زنده به گور و یک نمایشنامه به نام پروین دختر ساسان در همون زمان از او به چاپ میرسه و طولی نمیکشه که هدایت در مرکز گروه نویسندگان معروف به ربعه قرار میگیره. سالهای 1309 تا 1315 خورشیدی، بله، سالهای 1309 تا 1315 خورشیدی که دوره همکاری هدایت در گروه ربع است، سالهای پربار زندگی او به حساب میاد. البته این رو اشاره بکنم که در سال 1315 بود که هدایت رمان بسیار شگفت‌آور خودش رو به نام بوف کور نوشت. به جز دو مجموعه داستان کوتاه، هدایت نمایشنامه‌ای به نام مازیار با مقدمه مشتبه مینوی انتشار داد. علاوه بر اون داستانی در مجموعه انیران به چاپ رسوند، یعجوج و ماجوج با همکاری مسعود فرزاد و بالاخره همون بوفکوری که اشاره کردم و سرانجام مجموعه های فولکلوری که او که نیرنگستان و همچنین سفرنامه اصفهان نصف جهان. یعنی هدایت در این مدت بسیار آدم پرکار پرکاری بوده و با گروه بزرگ علوی و ارانی و اینها در این مدت آشنا میشه. از شما علاقمندان دعوت میکنم. هدایت صادق هدایت ما که ما ها به او میبازیم، باید به نظر من ده ها ساعت راجب هدایت، افکار او، چه اون مترجم بود، چه چیزهایی رو هدایت دیوار سات، ژامپل سات رو ترجمه کرد، داستان چخوف ترجمه کرد، شامپنگل نوشت. هدایت ما این مرد بزرگ، این متفکر، این مطرح‌ترین داستان‌نویس به فرهنگ کوچه که بعدها کسی مثل احمد شاملو رو باشد، هدایت ما که هم نمایشنامه نویس بود، داستان نویس بود، رمان نویس بود و همه این خصوصیات رو داشت و با حدوداً 49 سال یا مثلا 50 سال
چه آثار با عزیزی برای ما، برای فرهنگ ایران که مهمترین چیزی که ایرانی ها دارند، که من همیشه چونه این فرهنگی که در واقع با زرتشت حدود 4000 سال پیش شروع میشه هدایت این فرهنگ ما رو غنی‌تر کرد. باز هم ما راجع به هدایت صحبت میکنیم، برای اینکه هدایت نویسنده بسیار با عزیزه و هم صدای تورج فرازمند رو خواهیم شنید، هم راجع به آثار هدایت دونه دونه صحبت خواهیم کرد، یعنی داستانهای کوتاه. اما یه جمله از حسین ابن منصور حلاج حسن ختام این امشب خواهد بود که ما از عصری شروع کردیم و همشون که به شب رسیدیم حسین ابن منصور حلاج رو که تشتش کردن مذهبیون و باز هم به خاطر مذهب شیعه و دین اسلام آمدن دستهای او رو قطع کردن، پاها، و بعد هم او رو سوزاندن، خاکسترش هم به هوا دادن، چی میگفت؟ گوش بدیم این رزومه حسین ابن منصور حلاج که بزرگان ایران، متفکران ایران، همه هر کس در این راه ها وارد بشه یا وارد شده در ایران خواهش آخر به دست و پای قطع شده و یا به نهایت مثلا اسارت، به نهایت غرسنگی. متفکران ایران همیشه در نهایت فقر زندگیشون به پایان رسیده و مردم ایران حدود 80 میلیون باید به متفکران ایران، به اونهایی که کتاب سودمند نوشتن و می نوشتن، به هنرمندان ایران، به زنان ایران، به مبارزان ایران برسن. جمله حسین ابن منصور حلاج این بود: خافرم به دین خدا، خسران نزد من هنر بود و بر مسلمانان زشت. تا برنامه آینده، زنده باد خاکسران ایران، زنده باد انسانیت، زنده باد آزادی ایران. با سپاسی مجدد از همه شما خوبان و نازنینان و از همه مهر و محبت شما که در خلال برنامه به ما یاری میرسانید. چون من وقتی این برنامه آقای میرافتوی رو در حقیقت شروع کردم، قدری با مشکلات مواجه شدیم و دوستان به من ایمیل کردن، تلفن کردن و گفتن که آقا این برنامه مشکل هست. بنابراین ما مجبور شدیم که از نیمه راه برگردیم و دوباره برنامه رو تکرار بکنیم. در نتیجه مطالبی که در مقدمه برنامه خدمت درس کرده بودم اونها هم باطل شد. مجبورم که یه بار دیگه به گونه دیگه
اون رو تکرار بکنم. میدانید که باور من بر این است که ادبیات در پیشرفت یه جامعه نقش بسزایی داره. سه تا عنصر اصلی وجود دارن که در کشورهای عقب افتاده به این سه عنصر اصلا وقعی نگذاشتن. تاریخ هست، جغرافیا هست و ادبیات هست. هر سه در زمینه علوم انسانی است. و چون ادبیات در حقیقت شاید بشه گفت که نوعی تاریخ اجتماعی است. شما الان مثلا در همین آمریکا، در انگلستان، در فرانسه مراجعه بکنید، مثلا برید بتونید الان خونه شکسپیر رو ببینید، ببینید که مثلا شکسپیر تو چه ظرفی غذا میخورد، چجور رفتار میکرد، همه رو میشه دید. ما توی این زمینه مثلا آقای دولت آبادی، محمود دولت آبادی تلاشی کرده است که جو تو مثلا قصه هایی که نوشته است و اینها چیزی به این بخش تاریخ اجتماعی اهمیت داده، مثل حسنه با اوسپان یا این کتاب قطورش به نام کلیده. البته آقای دولت آبادی از قصه های کوچیک شروع کرده بود و اینها و این مجموعه بزرگ رو اکنون در اختیار همه گذاشته، یا داستان کلونلش که به چند زبون ترجمه شد. من فکر میکنم که بایستی که ادبیات رو تعریف کنی بی غرض و مرض، و این توی رسانه های ما اصلا گمه، وجود نداره. ما یکی از دلایل این که نتوانستیم در طی این سالها با این نظام اهریمن رویارو بشویم و اون رو به زیر بکشیم، یکیش همین موضوعه، یعنی این که غرض و مرض همیشه در کار بوده است و اهریمن هم از این داستان به نحو حسن استفاده کرده، یعنی ما را همیشه در شرایط واکنش قرار داده، در حالی که ما به عنوان فریدام فایتر بهش میگه مبارزین راه آزادی میبایستی که مثل یک جنگجو کنش نشون بدیم، ما حرکت کنیم، ما به جنگیم. ما همواره یه توپی رو قل میده و ما دنبال اون توپه میدویم این بر اون بر، و ما رو اسیر این داستان نمیدونم سلطنت خوب است، نمیدونم جمهوری بهتر است، مصدق حق داشته یا شاه حق داشته، و موضوعاتی که در حقیقت کمکی به ما نمی کنه. و اینکه تاریخ رو میبینی که خیلی از این آدما، میتونی اسم برای از این خانم مهرانه ملکی میشه اسم بود، از آقای میرفسوس میشه اسم بود، از اینا میشه اسم بود، که چگونه با غرض و اهداف شخصی و مالی در حقیقت تاریخ رو وارونه جلوه داده. ادبیات هم از این دایره بیرون نیست. متاسفانه شخصیت هایی وجود دارن که من باورم بر اینه که برد صداشون از من خیلی بیشتره، توانایشون از من خیلی بیشتره، ولی اصلا هیچ تو این راه نیستن. دلایلش رو واقعا نمیدونم به چه دلایلی، هرچی بگم از روی حدس و خیاله، ولی واقعیت اینه که اینها هیچ کاری تو این زمین نکرده. از جمله شخصیت هایی که تو این داستان بسیار در این مدت زحمت کشید، همین آقای تورج فرازمند بود که گفتگوهاش رو با آقای دکتر میرآفتابی ما میشنویم، یا خود آقای میرآفتابی که 25 سال تلاش کرد و یه مجله وزینی به نام سیمرغ، مجله ادبی رو تولید کرد، ولی امروز می‌بینی که اون مجله نه تنها تولید نمیشه، بلکه وضعیت آقای میرآفتابی هم از نظر زندگی سلامت در خطر است و هم از نظر مادی در مضیق است. یا فرض بکنید که شخصیت دیگری چون آقای دکتر ناصر طهماسبی که در منطقه واشنگتن مجله علم و جامعه رو تولید میکرد و خودش بارها این داستان رو به صورت
قصه تعریف میکرد که آدمه منو دعوت میکنه خونش و یه عده زیادی رو هم دعوت میکنه که بیاین خونه ما، امشب آقای دکتر طهماسبی مهمان ما هستن، شما هم تشریف بیاری که آقای طهماسبی رو از نزدیک ببین. و میگفتش که این آدمه 500 دلار 1000 دلار خرج میکنه، شام مفصل میده، درجه یکترین مشروبات رو میگیره میذاره اونجا، همه گونه امکانات فراهم میکنه اینا، ولی همین آدمه اگه بهش بگی که 30 دلار بده برای 12 شماره مجله علم و جامعه، حاضر نیست این کار رو بکنه. 2.5 دلار بده برای یه دونه شماره، 30 دلار بده در سال که 12 تا از اینا برای تو بیاد، حاضر نیست این کار رو بکنه. یا فرض کنید که خود آقای میرافتابی و مجله سیمرغش گو 7 دلار قیمت مجله بود و آدم ها حاضر نبودن که اصلا کوچکترین وجهی رو پرداخت کنن بابت این داستان. و ما از این داستان‌های غم‌انگیز در این دوران نحوست نظام اهریمن به عینه زیاد داریم و میتونیم زیاد روایت کنیم. به هر حال نمیخوام خستتون بکنم، میخوام خواهش بکنم ازتون، همطور که روی صفحه ملاحظه میکنید تلفن آقای میرافتابی هست، زنگ بزنید، جویای احوالش بشید، پوشگرمی برش باشید، قدردانی ازش بکنی و بعد هم این کتابهایی رو که داره سعی کن بخری کتابا رو. این سجه کتابی که الان آماده هست اینا رو میتونی بخری، کتابا دونی 25 دلار سجلش میشه 75 دلار، برای شمایی که خارج آمریکا هستی 25 دلار، برای شمایی که داخل آمریکا هستی هم 25 دلار، یعنی اینکه 100 دلار بدید این سجل کتاب و آقای میرافتایی حتما بدون که برات امضا خواهد کرد، برات خواهد فرستاد. یه جوری حمایت کنیم همدیگر، دست در دست هم نهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آزاد. ممنونم ازتون، سپاسگزارم از همه مهر و محبتتون. تا فرصتی دیگر که دوباره در خدمت شما خوبان و نازنینان باشیم، بازم ازت ممنون و متشکرم. هر روز با باز دلم